الان هم در کنار رژیم صهیونیستی در باطلاقی که اونا ساختن دارن غرق میشن و دارن دست و پا میزنن. یعنی همه این پیام هایی که نه ترسشون هست، اینکه بالاخره نگرانن و میخوان یه جوری از این مهلکه هم اون رژیم جنایتکار صهیونیستی رو خارج کنن، هم خودشون. به هر حال ما توصیه‌مون به اینا همیشه این بوده که شما هم حمایت نکنید، همین که سریعاً این جنگ رو متوقف کنید و آتش بس رو اعمال کنید و الا ضربات سنگینی خواهید خورد. ممکنه جبهه‌های جدیدی علیه اسرائیل باز بشه در روزهای آینده. ببینید همه کشورها و همه آزادی خواهای دنیا و همه گروه‌هایی که در سطح منطقه هستن مترصد اینن که اگر این ادامه پیدا کنه اون گزینه‌هایی که مد نظرشون اعمال کنن. بنابراین قطعاً اینها ضربات سنگینی می‌خورن و آسیب پذیر هستن و بایستی هزینه خیلی بالایی بدن. هر چه سریع‌تر بایستی این کارو بکنن. ایران همیشه موضعش این بوده و این پیام‌هایی هم که اینا دارن میان پیام‌های التماسی است، پیام‌های درخواست‌های مطمئن میخوان چیز خودشون رو حفظ کنن، ممکنه داخلش دو تا جمله مثلا چیزام بگن، ولی در واقع اینه که خودشون متوجهن که گیر افتادن و میگن کمک کن ما خارج شیم.